نام خدا. سلام، رامبد جوان هستم در شبکه نسیم، اینجا خندوانا. تولد حضرت عیسی مسیح که بهترین سلام‌های خدا بر او باد رو به همه مسیحی‌های عزیز ایران و همینطور جهان تبریک عرض می‌کنیم. مبارکه! ها! ها! اینه! حالتون چطوره؟ عالی. حال من؟ عالی. حال خانواده تو خونه؟ عالی. ما خیلی باحالیم. خیلی. شما که خیلی باحالیم. خیلی. خدا رو شکر. عرض کنم خدمتتون که امشب در استودیوی خندوانه فصل چهارم تعدادی از هموطنای عزیز مسیحیمون حضور دارن، تعدادی از اصفهان تشریف آوردن، از جاهای مختلف و از 12 سال تا 65 سال هم افتخار میزبانی داریم که در استودیو تشریف دارید. خیلی هم عالی، خیلی هم خوش اومدید، خیلی مخلصیم. جشن گرفتن به هر دلیل و بهانه‌ای به نظرم کار بسیار عزیزیه، مخصوصاً که بهانه‌اش هم بهانه موجه و مهمی باشه. خیلی خیلی ارزشمنده و اصولاً یاد بگیریم جشن بگیریم، یعنی اینجوری بشه که به همدیگه یادآوری بکنیم، بگیم خب این هفته چند شنبه جشن بگیریم، یا مثلا یهو بگیم امشب یه جشن بگیریم، امشب نمیدونم مثلا یه جشن بریم خونه اونا یه جشن، موافقن امشب یه جشن، هفته دیگه تای هفته یه جشن، جمعه یه جشن. این همین که دور هم دیگه جمع میشیم معنیش همین جشنه، منتها واقعا جشن بگیریم، یعنی به شادی بگذرونیم، نشینیم هی حرفایی بزنیم که قصه هامونو هی بیشتر بکنیم یا قصه هامونو به هم دیگه منتقل بکنیم. بعضیا واقعا عجیب غریبن، میشینن از غصه و درد و مریضی و بدبختی همچین حرف میزنن که تا ته وجودت میره ریشه میکنه، یعنی هیچ چاره نداره غیر از زار زار گریه کردن. واقعا خیلی هم عالیه. عرض کردم که تولد حضرت عیسی مسیح که بهترین سلام‌های خدا بر او باد امشب هست، و اینکه خیلی 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 زیاد خوشحالم باز هم یک خندوانه دیگه سرپاس و میتونیم تقدیمتون بکنیم. میخوام مهمونمون رو دعوت بکنم، یه بازیگر خیلی خوبه، یه بازیگر خیلی خوب و غیر فارسی زبانه، ولی براد پیت نیست، کوپوله ولی مهران غفوریان نیست، دراکولاست ولی خونخوار و خطرناک نیست. خانم آقایون، دعوت میکنم از جناب آقای لون هفتوان. نشکست جا شدی ولی آره نشکست. سلام. سلام عرض کردم. حالت چطوره؟ خیلی ممنون رامبد جان. حال احوال کن. سلام عرض میکنم خدمت حضار عزیز، بینندگان و احتمالا هموطنان ارمنی خودم. آره؟ میگم بارف باریه که کل باریه که کل بره من فقط باره بشه بلد بودم، یعنی سلام، خوش آمدید، خوش اومدیم. بگو یه بار دیگه. بارف
باریه تکل این هم بود، من فرقشو نمیفهمم. برادرم سر کارمون گذاشت. درست گفت؟ آره بله درست. خب خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. خیلی خوشحالم تو رو میبینم. خیلی ممنون، منم همچنین. قربونت برم. خسته نباشی. ما اینجا میپرسیم حالتون چطوره؟ همه میگن عالی. باشه. بگو که اینو به ارمنی بهم یاد بده. شاد لاف. شاد لاف؟ بله. فکر کنم نه، حالتون چطوره؟ چی میشه؟ جان، حالتون چطوره؟ اینشپسک. آره، جمعشه. اینشپسک. اینشپسک. شات لاف. نه، شات لاف. شات لاف. شات لاف. اینشپسک. شات لاف. باحال بود نه؟ خیلی. ما چشامونو ببندیم. بله. برامون یه رویا پردازی کن، هر جور که دلت میخواد. ببندیم؟ ببندیم. چشارو ببندیم. هر چی لبون تعریف میکنه رو گوش کنیم و تخیل کنیم. کیف. یه شاعر ارمنی داشتیم، شعری داره برای سال نو. میگه آرین هورتاری گالوس دادباری، بیا سال نو قدمت مبارک، بیا و دنیا رو به آرامش برسون، بیا که انسان ها همدیگر رو دوست داشته باشن، بیا که فقر و غنا بین همه به تساوی تقسیم بشه و لبخند روی لبان کودکان و انسان های زمین نقش ببنده. در آستانه سال نو امیدوارم که این رویای هممون باشه. الهی ها. آره واقعا این خشونت و جنگی که همه دنیا رو گرفته و عجیبم هی داره گسترش پیدا میکنه، واقعا امیدوارم کم بشه. باید چی کار کنیم کمتر خشن باشیم؟ سعی کنیم. خشنی هستی؟ من فکر نکنم، ظاهرم شاید خشن باشه. نه نیست شاخه. نه کوپولا شیرینه. آره؟ آره. خودمون اول مهربون باشیم، حسادت نکنیم. حسادت نکنیم و از کسی که هستیم، از جایی که هستیم احساس رضایت بکنیم. رضایت. انسان‌ها هر کدومشون موجودات منحصر به فردین. واقعا قرار نیست با هم قیاس بشیم. آره. قرار نیست مسابقه بدیم. از خودمون لذت ببریم و اطرافیانمون رو بپذیریم و مهربون باشیم. فکر کنم اگر اصل رو بر این بذاریم، همسایه به همسایه نمیدونم حسادت نکنه، مال اونو نخواد، از جایگاه خودش راضی باشه، دچار خشم نمیشه، از حسادت میاد فکر میکنه. یک چیز به هر حال انسانی خشم، ولی خب باید کنترلش کرد. کیا میتونن یا کیا مثل چیزی که لیون گفت رو میتونن رعایت بکنن؟ اینکه حسادتمون رو کنترل کنیم، از جایگاهی که داریم سعی بکنیم احساس رضایت داشته باشیم، یا اگر فکر میکنیم لیاقت چیز دیگه رو داریم براش تلاش بکنیم. نه. کیا اینجوری فکر میکنن؟ من تشویقتون میکنم. لبون با حیوانا چطوری؟ نه مشکلی ندارم. میخوریشون؟ بگو. مرغ و جوجه رو که میخورم به هر. بله. با حیواناتی که دور و برمون هستن من مشکلی ندارم. خودشون گاهی با من مشکل پیدا میکنن. چجوری؟ میترسن از این حجم، از این گندگی. شما یه گربه کوچولو میاد جلو پای میسوریم. اینه که من مشکلی ندارم، ولی همزیستی مصالحت آمیز باشون دارم. آره. اذیتشون نمی‌کنی؟ نه. و
ولی خب اگه سر میز باشن کار دیگه نمیتونم بکنم به جز اینکه بخورم. عرض کنم که لبانی ماجرای من راجع به تو خوندم. بله. این که سال 1991 میلادی تو میری به ارمنستان برای شرکت در یک جشنواره تئاتر. بله. بعد وقتی جشنواره تموم میشه تو میای که برگردی به ایران، میبینی پاسپورتت گم شده و میبینی چیکار کنه، نمیتونه برگرده ایران، میره روسیه اونجا ادامه تحصیل میده. خب میره اونجا فوق لیسانس تئاتر میخونه از مدرسه آکادمی هنرهای نمایشی روسیه. آکادمی هنرهای نمایشی روسیه. این درسته؟ درسته و چیزم داره، علت هم داره چرا نتونستم از ارمنستان برگردم. خبر میشه آدم پاسپورت، یعنی تو اگه پاسپورتت گم نمیشه مشکل هم میومدی ادامه تحصیل نمیدادی. چیکار کنم، نمیتونم برگردم، برم یه فوق لیسانس بگیرم. ای بابا بازم نمیشه، یه دکترام بگیرم. شرایط تاریخی یه کمی فرق میکرد. بگو. الان شاید جوانها به یاد نداشته باشن، کشوری بود به اسم شوروی. آره. که مجموعاً 15 تا جمهوری داشت که یکیش ارمنستان بود، آذربایجان بود، قرقیزستان بود، تاجیکستان بود. آره. خود روسیه بود. آره. و 15 تا کشوری که الان موقع تا سال همون 91 میلادی، تابستون 91 میلادی اون کشور شوروی بود و حکومتش هم کمونیستی بود و ما دعوت شده بودیم به جمهوری ارمنستان. اها. ولی چون فقط یک پایتخت داشت از لحاظ رسمی، پایتختش مسکو بود، بقیه کشورها پایتخت نداشتن. اها. این جمهوری ها. بله. باکو پایتخت آذربایجان نبود، مرکز جمهوری آذربایجان. بله بله. و در نتیجه سفارتی هم وجود نداشت در این جمهوری. من وقتی پاسپورتم در ارمنستان حالا مفقود شد، دزدیده شد، آخرش هم نفهمیدم، به هر حال یهو دیدم نیست، نمیتونستم برم سفارت در ایروان، سفارتی نبود، مجبور بودم برم مسکو به سفارت ایران درخواست ورقه عبور بدم و از همون مسکو با پرواز برگردم تهران. آره. این رفتن من درست مصادف شد با فروپاشی حکومت شوروی. نه بابا. حکومت نظامی اعلام شد، حالا نمیدونم تاریخ چقدر یادتونه، گورباچف رو بردن کریمه، آقای یلتسین جلوی کودتاگران وایساد و به هر حال اوضاع به هم ریخت. و من وقتی رفتم سفارت ایران تا توجیه کنم که آقا من ایرانیم، کیم، چرا اومدم، اون موقع این وسایل ارتباطی سریع السیر که نبود، بایستی سفارت تلکس میفرستاد تهران برای وزارت امور خارجه استعلام میکرد. به هر حال حالا این طول کشید چند ماهی، یعنی منی که فکر میکردم سه شنبه میرسم مسکو، پنج شنبه با پروازش میام تهران، به پدرم هم گفتم که نگران نباش من جمعه صبح خونم، خدا رحمت کنه پدرم، رو دیگه ندیدم. نتونستم بیام. روحشون و روح همه رفتگان شد. و دیگه اومدم، یعنی اونجا دیدم کاری نمیتونم بکنم، هر روز میرفتم سفارت چه خبر، آقا خبری نیست. فعلا از طریق آشنایان یه پولی رسید دستم که مثلا بتونم زندگی کنم. بعد دیدم من که حالا دارم میرم میام خبری نیست، نشستم یه روسی خوندم یه چند ماهی، بازم خبری نیست. رفتم آکادمی هنرهای نمایشی روسی، گفتم من لیسانس تئاتر دارم، میخوام ادامه تحصیل بدم. و همینجوری زندگی مسیرش عوض شد و من از سال 92 که از ایران خارج شدم، سال 2010 برای بعد از 19 سال برگشتم ایران. چقدر فاصله و چقدر عجیب و چقدر جذاب. 19 سال. 19 سال دور بودم. البته میگم فقط حالا بعدن ورقه عبور دادم. آره. پاسپورت دادم. ولی آره. خب آدم گاهی عاشق میشه، یه جایی گیر میکنه. گیر افتادی؟ گیر افتادم دیگه. دلت برای اینجا تنگ شده بود؟ تو این 19 سال من هفته یه حتی اول که هر شب، بعدها هفته یه بار خواب دوستامو میدیدم. به محض اینکه تونستم بعد از 19 سال
به اصطلاح مدارکم تکمیل شد که بتونم برگردم، یه هفته بعدش تهران بودم. همه میپرسن چرا عجله داری؟ حالا وایسا. من از کسی خدافظی نکردم تو تهران. من دوست اومده بودم چند روز بعد برگردم. قرار بود برم 40 روز برای جشنواره برگردم، به کار و زندگیم برسم، حالا بازی کنم، سربازی برم، نمیدونم این کارا رو بایستی میکردم. گفتم من باید تقریبا میگم هفته یه بار خواب دوستان، خانواده، محله قدیمی، هیچ وقت از ایران جدا نشدم. چه چیزای ایران؟ این یه چیزی واقعا سرعت عمل سفارت ایران در روسیه چی فوق‌العاده بوده نه؟ 19 سال واقعا. البته تحسین برانگیزه. به نظرم اصولا ببینیم کارمنده اون موقع اونجا کیا بودن بیاریمشون. چیزای مهم و زمانی رو بسپرین دست اونا. اینترنت نبود احتمالاً دیگه. تقصیر تکنولوژی. فقط اینترنت نبود. تقصیر تکنولوژی بود. که نبود. بله. آره. چی های ایران رو دوست داری؟ مردمشو. چه ویژگی دارن؟ گرمن، صمیمین، انرژی دارن، پرشور و نشاطن. و من همیشه یه اصطلاحی از گاهی میپرسن کجایی هستی؟ بعضی میگن ارمنی ایرانی. من همیشه میگم من ایرانی ارمنی هستم. ایرانیشو اول میگی. به هر حال اینجا به دنیا اومدم، اینجا بزرگ شدم، محله بچگیم نمیدونم ده متری ارامنه بوده، اینجا دانشگاه رفتم، دوستام اینجا بودن و وقتی هم برگشتم واقعا با آغوش باز دوستام منو پذیرفتن و مشغول به کار شدم بعدش دوباره. و این ویژگی مردم ایرانه که واقعا با این تنوع فرهنگی، با این ملیت‌ها، قومیت‌ها، مذاهب گوناگونی که داریم، واقعا شما تو کشورهای منطقه نمی‌بینید به این آرامش و صلح در کنار هم زندگی. حالا شرایط اقتصادی، مسائل زندگی، چیزی که حالا تو همه کشورها کم و بیش به هر حال همه درگیرن، ولی این چنین کنار هم هیچ چیز عجیب و سخت و هم به همدیگه احترام بذارن و همدیگه رو دوست داشته باشن. من جایی که بودم ندیدم. حامد شادی یه جایزه گیرش اومده، عکس سلفی با من و توه. به به، میای بگیریم؟ بیا. کجا باید وایسی؟ بیا همینجا وایسی. من بیا بیا بیا. رد میشه. چابک آتیش باره. دیگه حامد وایسه وایسه. حامد وایسه وایسه. میخوای من بگیرم؟ اگه دفعه بلندتر من میشه. از این وری میشه؟ آره. من. دلمان. بازم نشکست. بازم نشکست. فکر کن توی جزیره ای یا میافتی توی جزیره ای، فقط این اجازه رو بهت میگن سه تا چیزی که لازم داری رو بگی بیارن برات، سه تا چیزی که میخوای کنارت بمونه، چی ان اونا؟ کتاب ها اگه اجازه بدن به عنوان یه نه مجبورم ستاشم کتاب انتخاب کنم. آها اگه اینجوری باشه. آره. خب کتاب از این کتاب ها حتما حافظ و حتما نارکاتسی، یکی از شاعران قرون وسطای ارمنی. این دوتا رو. شکلات با اجازه. چیزایی هم انتخاب میکنه که تموم میشه، باید حتما تمدید بشه. خب دیگه رضایت میدم، کاغذشو بو میکشم، دونه میندازم کاغذشو اگه این. سومی یه دوست خوب اگه اجازه بدن. من چیز باید باشه انسان. نه میتونه کس باشه.
دوستان خوبم رو. اینم ببین جزیر جا نداره؟ نه بهتر یکیشون انتخاب کن. سخته از دوستام انتخاب کنم. دوتاشون انتخاب کن. چرا تو بشناسی؟ وارتان؟ وارتان؟ آره. و سخته. نگو دیگه. دوست نه دیگه، مادرمو. بله چرا که نه. میخوای به مادرت چیزی بگی؟ یه جمله برای مادر بگو، یه جمله برای وارتان. ماما جان کارو تلم ورت ورکا سوراخلس اوراخ نورتاری الی امار. وارتان جان ال تاری نوین که نمین که گوشتم تاری نه شارناکوی نمین که روچونم. بغض کردی؟ نه. تو خیلی بازیگر خوبی هستی. قربونت. من افتخار میکنم به تو. بازیگرها برای اینکه نقشی رو بتونن بازی کنن میرن موارد مشابهش رو میبینن، تحقیق میکنن، در کنارش قرار میگیرن. مثلا اگر یه بیماری روحی میرن اون رو توی محلش نگاه میکنن، مواردی که وجود داره رو بررسی میکنن، یا اعتیاد یا. تو چیکار کردی؟ کار بازیگر اینه که اون عنصری که توی شخصیتی که باید بازی کنه توی وجودش پیدا کنه. بله. بعد اونو رها کنه. اینجوری یک فکر میکنم اون نقشی که بازی میکنه هم اون شخصیت هست، هم منحصر به فرد اونه، خودش میشه. آره. و خب به جز مشاهده، مطالعه، گفتگو، اصلی ترین اینه که بتونی اونو توی وجود خودت پیدا کنی. چون حالا مثلا مجبور میشیم یه بار نقش مثلا دزد بازی کنی. آره. من که دزدی نکردم ولی آره. مطمئنم به عنوان یه انسان یه عنصری هست توی وجودم که حالا بروز پیدا نکرده. بله همینطوره. که میتونه یه جایی این کارو بکنه. تا حالا بچه ای رو که خیلی شلوغ میکرده بردی یه گوشه بترسونیش؟ آره؟ کلام نداشت. اعتراف کلامی نکردم ولی دیگه. تا حالا از ماشین، از پنجره ماشین آشغال زباله رو بیرون انداختی؟ تا حالا مزاحم تلفنی شدی؟ نه. 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 مزاحم تلفنی نشدم ولی اذیت کردم. دوست آشنایی؟ آره آره آره. مزاحم تلفنی نشدم. گوشی کسی رو تا حالا چک کردی؟ هیچ وقت. به خودم اجازه نمیدم. بریم بیان. یک رو به بالا باید بگیم بچه ها. یک دو سه بریم بیان. خانم ها آقایان، لوان هفتوان، یک بازیگر بسیار دوست داشتنی درجه یک ایرانی ارمنی اینجاست و رفیق همه ماست. من خودم سال هاست که افتخار دوستی با او رو دارم و خدمت شما. خیلی ممنون. مخلص از اینجا که زب در زدم. یک دور دیگه با هم تکرار میکنیم این شماره هایی که اینجا میبینیم. از دوستان انجمن دارت تماس گرفتن، ما اینو کج و کله زده بود، یعنی ایناش یه ذره نامنظم بود ولی فرقی نداشت. تو امتحان این 20 و همه اون چیزایی که دارین میبینین تو خود قاچش، اینجا که رنگیه اولی ضرب در دو، اینجا ضرب در سه، دایره دور مرکز 100 امتیاز، دایره خود مرکز 200 امتیاز. ته ماه محاسبه میکنیم، مهمانی که بیشترین امتیاز آورده باشه 780 میلیون ریال نقد جایزه میگیره. برو بریم بچه ها، تشویقش کنیم. یوهوهو.
امتیاز. بله. لیون جان تا الان بالاترین امتیاز آوردی. امیدوارم بقیه نتونن. چی هستن بقیه با من؟ در طول مسیر حالا هنوز معلوم نیست، ولی فعلا محمد بهرانی 6 امتیاز. بله. امید حاجیلی 0 امتیاز. امید جان. و لیون تا الان 20 امتیاز. بفرم میخواییش. خیلی ممنون. دو ضرب در دو. لیون تو آشپزی چطوره؟ آشپز خوبم، آش میپزم. واقعا آش میپزی؟ آره. عالی؟ انواع اقسام آش، غذا نمیتونم بپزم، آش به مفهوم آشپز. من آره آره میفهمم، خیلی هم عالیه. من عاشق سوپ و آشم. من آشم اسمم نداره، تاریخ داره. یعنی همش منحصر به فرده، هر چی توی کمد پیدا کنم، یخچال پیدا کنم، اون روز در اون لحظه تو آش میره. و میگم اسم این آش چیه؟ میگم مثلا سه‌شنبه 18 بهمن. اسم آشش 1394. آره. دیگه تکرار نمیشون. آره راست میگی، اون همونه. آره اسم آشام اینه. ادموند دوست توه؟ دوست قدیمی منه. بله. میتونم اجازه دارم که میکروفون بدم خدمتشون؟ حتما. سلام ادموند جان، حالت چطوره؟ خیلی خوشحالم که اینجا این. و بفرمایید که چند ساله با لیون دوستین؟ 30-40 سالی میشه. 30-40 سال میشه؟ آره. 30 سال میشه، 40 سال من نه. سنم به 30 سال هست. 30 سال هست. بله. هیچ وقت دستش هرس خوردی؟ نه هرس نداد. نه. هرس نمیده؟ لیمون از کسایی بود که هرس نمیداد به من. ولی آدم دوربرش داشته که هرس. من این نکته رو بگم. ادموند، من وقتی حالا جوان‌تر بودم در انجمن ارامنه گروه تئاتری داشتیم. ادموند سرپرست و کارگردان اون گروه تئاتری بود و خوشحالم که میگه هرسش ندادم، چون بازیگر میتونستی خوب هرس بدی. هرس بدم. آره. آفرین. منتها اشکالی داشت. این تو بدیه سازی قشنگ میرفت. قشنگ اشکال نداشت. ولی تو نمایشنامه لو میداد نمایشو. چرا چه جوری؟ نمیدونم، بدن باشه یه مدت خود کار کردم اونم درست شد. هدیه چی بهش بدی خوشحالش میکنه؟ هدیه هر چی بدی شکلات باشه توش. مرض قند نگیری؟ خوشبختانه ندارم، نه چربی، نه قند، نه هیچ. فقط آسم دارم، اونم مادرزادیه. مراقبت میکنی ازش؟ سیگار میکشم که آسم اذیت نشه. آسم اذیت میکنه، داره با آسم مبارزه داره. یه چیزی از مادرزادی بوده، سعی میکنم از بین نبرمش. آها. آره یادگاریه. یادگاریه. آره. میدونی متولد کیه؟ روز تولدشو میدونی؟ دقیقاً نه، ولی روز تولدش نمیدونی که بهش هدیه بدی؟ حافظم خوب نیست. تو میدونی روز تولد ادموند کیه؟ 27 فروردین 1327. آره درسته. همه رو درست گفت؟ آره همه رو. آفرین. یعنی چون یه ماه به دنیا اومدیم، یکیش این علتشه که منم فروردینی هستم. آها. و خب یه زمانی، الان هم سن و سال شدیم من و ادو، یه زمانی 18 سال فاصله سنی داشتیم. زمان که گذشت هم سن شدیم. و خب چون جز دوستانی بود که بزرگتر بود، همیشه این سن تاریخ تولدش تو ذهنم مونده. اینه که علتش اینه و خیلی دوستش دارم. بله حتما. خیلی انسان دوستش داری. خیلی هم عالی. برای کلمه مثل خندوانه در ارمنی چی میشه ترجمهش کرد؟ خندوانه خب یه لغت ترکیبی. آره. شما ساختین از خنده و هندوانه.
خنده که میشه به آلمانی میشه تیتزاق. 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 هندوانه میشه زمروک. زمروک. حالا اگه بخوام ترتیبش کنم. تیتزروک میشه. تیتزوک. تیتزوک. اسم برنامه‌مون تیتزوکه. حالا اگه میخوای از لحاظ سیلابی هم درست بشه همون تیتزروک. تیتزروک. آره. خیلی باحاله. خیلی عالی. میتونی برامون استنداپ کنی؟ ماجرای بامزه برامون تعریف کنی؟ آره. کارم خیلی استنداپ کار نکردم. خب. ولی به هر حال یه قصه و یه داستانه که یه نویسنده ارمنی به اسم هوانس تومانیان از نویسندگان مشهور ارامنه بوده و روی فولکلورهای ارامنه کار کرده. قصه برای کودکان از 5 ساله تا 90 ساله قصه نوشته. برکله. یه قصه داره به اسم کیکوسی ماه که ترجمه شاید بشه مرگ معادلش رو یه چیز فارسی اگه بخوام بگم فلفلی. خب. مثل اسم یه بچه که اسمش مثلا فلفلی. فلفلی. یه این قصه تقریبا میشه گفت حکایت مرگ فلفلی. به فارسی میگم تا جایی که توان دارم. اگه اجازه هم بدین وای میسم حالا بعضی چیزها رو حتما. تو با مانفرد دوستی؟ خیلی. آره دیگه وقتی با وارتان دوستی با مانفرد هم حتما دوستی. مانفرد دوست بسیار دوری منو ببینه چون واقعا دلم میخواد از همینجا به مانفرد عزیزم ابراز عشق و علاقه و احساسات و احترام بکنم. مانفرد اسماعیلی یکی از قدیمی ترین و درجه یک ترین آدمهای سینمای ایرانه که کارشو عالی انجام میده. یک دستیار و برنامه‌ریز کارکشته است که خیلی وقتا اعتبارش از خود کارگردان اون پروژه بیشتره. مثل هر وقتی که من افتخار اینو داشتم که با مانفرد عزیز کار بکنم همین رابطه بین ما وجود داشته و همه واقعا به اعتبار مانفرد به اون کار ملحق شدن و منم از مانفرد اعتبار گرفتم. دوست عزیز منه و قرار ما همینجور سالها با هم کار کردیم، همینجور هم قرار کار کنیم. 2 فصل گذشته با ما بوده و همینطور هم با ما خواهد بود. مانفرد عزیز کریسمست مبارک. یه جمله از طرف خودت و من به مانفرد بگو. مانفرد جان ورد اخبرکاس او را خلیس شناراور نورتاری سیلومن کس. سیلومن کس نمیدونم یکی. برو بریم. من اول عرض میخوام میگم دوستانی که اینجا استنداپ کمدی کردن واقعا استادن توی کار خودش. من همین قصه رو اگه بتونم براتون روایت کنم امیدوارم خوشتون بیاد. حکایت مرگ فلفلی. یه مرد فقیری بود، 3 تا دختر داشت با زنش، توی روستای زندگی میکردن، روی زمین روستا کار میکردن از صبح تا شب و به هر حال زندگی خیلی فقیرانه ای داشتن. یه روز سر زمین مرد تشنش میشه، آفتاب شدیدی بوده، نگاه میکنه تو کوزه آب نیست. با صدای بلند دختر بزرگشو یا دختر برو لب چشمه این کوزه رو پر آب کن، من تشنمه، دارم هلاک میشم. دختر بزرگ فوری کوزه رو ور میداره، دون دون میره 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 میرسه به چشمه. نفسش بریده، یه دقیقه وای میسه، یه درخت بزرگ بغل دستش میبینه. همینجوری میره توی فکر و خیال. توی ذهنش میگه حالا اگه من شوهر کردم، بچه دار شدم، پسر ساییدم، اسم بچه‌مون رو گذاشتیم فلفلی، رفت بالا این درخت، افتاد پایین،
سرش خورد به سنگ. آه گیگوشا، واه گیگوشا، گناچی بارتی اونه چاورتی گداغ پوپوز آلونه گیگوز در لبزاری برنگ افکاری. آخ کی گوشت جان کی گوشت جان. حالا فارسیشو بگم تقریبا. رفتم به شوهر، ساییدم پسر، کلاش بخملی، اسمش فلفلی، رفت بالا درخت، پرید رو درخت، افتاد روی سنگ. وای فلفلی، آی فلفلی، وای فلفلی، آی فلفلی. همینجور داشت زار میزد. پیرمرده یا مرده خسته میبینه دخترش نمیاد، تشنشه. دختر دومی رو صدا میکنه، برو ببین خواهرت کجا گیر کرده، من تشنمه، برو. دختر دومی میدوه میرسه سر تپهی که اون به اصطلاح چشمه اونجاست. خواهر بزرگه تو میبینه، خواهر کوچیکش میگه بیا خواهر، بیا خاله، ببین چی شد، چه بلایی به سرم اومد. چی شد خواهر، چته؟ دوباره دختر بزرگه شروع میکنه، رفتم به شوهر، زاییدم پسر، رفت بالا درخت، میبخشین کلاش مقبلی، اسمش فلفلی، رفت بالا درخت، افتاد روی سنگ. آخ فلفلی جا فلفلی. خواهر کوچیک هم همینجور میمونه، یهو میزنه زیر زار، با هم شروع میشنن زار زدن. آخ فلفلی جان فلفلی. مرده باز نیم ساعت گذشت، خبری نیست. دختر کوچیک رو روونه میکنه، برو ببین اینا کدوم گوری گم شدن. آخه دختر کوچیکه میدوه تا میرسه بالا تپه، میبینه زار میزنه، میگه چی شده، چرا زار میزنی اینو؟ خه خواهر بزرگه بیا خاله، ببین خواهر زاده چی شد، رفتم به شوهر، زاییدم بزر، کلاش بخملی، اسمش فلفلی، رفت بالا درخت، افتاد روی زنگ. آخ فلفلی جان فلفلی. حالا هر ستایی نشستن زار زار گریه میکنن. مادره میبینه این دخترها رفتن، شوهرش تشنه داره واقعا دیگه میمیره، مادر خودش جمع جور میکنه، میره طرف چشمه، تا میرسه بالای تپه دخترها میبینن، میگن بیا ننه نبت ببین چی شد. آخ فلفلی. کدوم نبه، کدوم فلفلی. دوباره همون حکایت، دختر بزرگه زار میزنه دوباره، آخ فلفلی جان فلفلی، رفتم به شوهر، زاییدم پسر، کلاش مخملی، اسمش فلفلی، رفت بالا درخت، افتاد روی سنگ. آخ فلفلی جان فلفلی. همه عزادار. پیر مرده عصبانی، دو ساعت تشنه، خودشو کشون میرسونه لب چشمه، میبینه زنها نشستن همه دارن زا زا زا. چی شده بابا جون؟ نبرد فلفلی، رفتم به شوهر، زاییدم پسر، اسمش کلاش بخملی، اسمش فلفلی، رب بالا درخت، افتاد روی سنگ. آخ فلفلی جان فلفلی. مرده که تو اینا از همه عاقل‌تر بوده، عصبانی نگاه میکنه، خجالت نمیکشین اینجوری زار میزنین؟ اینم شد آخه زندگی؟ فلفلی نوام خجالت بکشین، پاشین، آبرومون میره، بریم ده در همسایه رو صدا کنیم، خط بگیریم.
میرن ده یه گاو لاغر مردنی داشتن، یه کیسه آرد از مال دنیا داشتن، اونو درست میکنن و در همسایه رو صدا میکنن و هنوز دارن عزاداری میکنن. عالی، قربونت، دمت گرم. بشین شیرین. بعد لبخند، یه قولی بعد بهمون بدی لبون عزیزم که بیرون از اینجا چی کار میکنی؟ یک نفر تا چند نفر احساس خوشحالی کنم. از پنجم تا سیوم دی یه کاری رو کارگردانی کردم که توی تئاتر باران به روی صحنه خواهد بود. یه کاری بر اساس یه قصه کوتاه از چخوف، اسم قصه از بانواسگ ملوس، اسم نمایش از بازی یالتا. چخوف و طنز پرداز بزرگی بوده. بله. اول اینکه امیدوارم دوستان وقت داشته باشن بیان، ولی هماهنگ میکنم با تئاتر باران اگر امکانش که حتما سعی میکنیم باشه، چون روزهای شنبه اجرای عمومی نیست، تئاتر تعطیلن. آره. میزبان هر چند نفر شما بگین از دوستان خندوانه خواهم. راست میگی؟ از مهمانان. بله. یک اجرا برای اونها میری؟ اگر تا چند نفر تو سالن پر میشن؟ 120 نفر مجاهده. حتما لبخند باید بزنی لبون. به تماشاچی در منزل 10 ثانیه و امتیاز خواهی گرفت و بعد جایزه داره و اینا. خنده یا لبخند؟ هر جور تو دیگه صلاح میدونی. دیگه مینیمم لبخند. آماده؟ 10 ثانیه براش میشوریم یا این پایین. 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی هم ممنونم، خیلی 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 سپاسگزارم از اومدنت. رضای عطاران عزیز رو بهش سلام برسون. متشکرم. و 78 میلیون است؟ نه زوده. نه آره، بذار رقابت به پایان برسه. و اینکه تئاترت امیدوارم عالی برگزار بشه. بسیار سالن ها هر شب پر و همه کیف بکنن، پولشو در بیارین و استقبال عالی ازش بشه ایشالله. و اینکه همه شما ارامنه عزیز، برادرها و خواهرای ما هستین و من خودم افتخار دوستی با تو رو دارم و افتخار اینکه در حرفه تو منم هستم، سینما و نمایش. و خیلی خیلی خوشحالم که الان اینجایی. میخوام ازت خداحافظی بکنم، هدایایی رو تقدیمت بکنم. در ضمن مسابقه ای که الان برگزار کردیم که لوان عزیز دارت و پرتاب کرد که بین مهمانهای هر شب خندوانه است، شما میتونید به سایت 780 تشریف ببرید و مهمونهایی رو که اون شب هستن رو حدس بزنید که اون مهمون اون شب چه امتیازی در دارت خواهد گرفت. اگر درست حدس زده باشین بینتون قرعه کشی میشه و یک عدد تلفن همراهی گوشی هوشمند بهتون تقدیم میشه که خیلی هم باحاله. یعنی هم میتونیم تماشا کنیم که مهمونا چجوری با هم رقابت میکنن، هم خودمون میتونیم حدس بزنیم و اونجا ایشالله جایزه بگیریم. تقدیم میکنم از طرف 780 یک هدیه نقدی تقدیمت. ممنون. مخلصم. به علاوه این که علیرضا فانی یکی از معتبرترین عکاسای مملکتمون هدیه رو طراحی و اجرا و آماده کرده که اصلا مختص خندوانه است، به تعداد 30 عدد از این کتاب چاپ شده برای مهمانهای خندوانه به اسم آبی بود که راجع به عکس‌هایی از متاسفانه دریاچه ارومیه. در کنار اون یکی از عکس‌های دیگه‌شه که منظره بسیار زیباست از یکی از مناطق ایران که باز امید وجود داره. به هر حال جای سبز و زیبا همچنان هست، باید این شکلی حفظشون بکنیم. اینها رو هم تقدیمت میکنم. خیلی ممنون از شما و این هنرمند عزیز علیرضا فانی. بله، حامیان برنامه‌تون متشکرم. به علاوه این که لوح خندوانه رو هم تقدیمت میکنم به پاس حضور در برنامه خندوانه. لطفاً یه جایی بذار که ببینیش، برای ما با ارزش. لطفاً
حفظش کن. خیلی ممنون از لطفت. بیا پایین خدافظی کنی. خدافظی کنی. خدافظی کنیم. امیدوارم سال نو میلادی سالی پر از نیکی، خوشبختی، سلامتی و خوشی و خنده باشه. برای شما هم همینطور. سپاس از همه دوستان. برای ارامنه عزیزم یک جمله بگید. نوریت شنوراورم زر نوردارین، هویسوبم میشت اوراخ یف یزجانی کلینک، سیروف لبون. خیلی متشکرم. به احترام مردم عزیز ایران بلند میشیم. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی قشنگی. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. منم آرزو میکنم در کنار لبون عزیز و بقیه عزیزانی که اینجا هستن که شما همیشه سر حال و قبراق باشین، سلامت باشین، جیباتون پرپول باشه، لبتون همچنان خندون باشه و دلتون آروم و سرتون بالا همیشه در کنار خانوادتون. مخلصیم، رو به اونجا میگیم شاد باشید. یک دو سه شاد باشید. We'll be right back.